بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. عرض السلام دارم محضر همه خواهران و برادران ایرانی و بوسنیایی، و انشاءالله خداوند متعال به همه توفیق عنایت بفرماید. تسلیت میگم شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو به محضر همه شما عزیزان. پیغمبر فرمود فاطمه سیدت نساء العالمین، حضرت فاطمه سرور زنان جهان است. یکی از مهمترین مسئله‌ای که برای بانوان در اسلام مطرح است، مسئله عفاف و حجاب است، و در آیات قرآن کریم به این مسئله اشاره شده است. اگر بخوایم از نظر فطری به این مسئله نگاه کنیم، خداوند متعال برای هر شیئی حفاظی قرار داده تا او رو از خطرات حفظ کند. پوستی که روی میوه قرار دارد، میوه رو از فاسد شدن حفظ می کند. برای اینکه مغز بادام محفوظ بماند، خداوند متعال اون رو درون یک پوست خیلی محکم قرار داده. در مورد انسان، اگر انسان یک شیء بسیار قیمتی داشته باشه، هرچه قیمتش بالاتر باشه، حفاظی که برای او قرار میده محکمتره. شما اگر طلا و جواهرات داشته باشید، اون رو درون گاوصندوق قرار میدید، و اگر بخواید از اونا حفاظت کنید، پولهاتون رو داخل بانک میذارید. خود بدن انسان میبینید یه پوست روی بدن کشیده شده که تمام اعضای داخلی بدن رو محفوظ نگه داشته است. مغز که یک عضو بسیار حساسه، درون استخوان محکم جمجمه قرار گرفته است. هر کدوم از این نمونه ها رو که نگاه کنیم، اگر از حفاظ خودشون بیرون بمونن، زود فاسد میشن، و برای همین این حفاظ ها از اهمیت بسیاری برخوردار هستند. اگرچه ممکنه خود حفاظ ارزشی نداشته باشه، ولی به خاطر اهمیت اون شیئی که داخل حفاظ قرار گرفته، حفاظ هم مهم میشه. و اگر شیء ارزشی نمیداشت، کسی برای محافظت از او هزینه نمی کرد. در اسلام خداوند متعال انسان را جوری آفریده که دارای دو جنبه مادی و معنوی است. در جنبه مادی شبیه به حیوانات است، ولی این زندگی حیوانی زمینه است برای رشد اون جنبه معنوی انسان. و برای اینکه ما بتونیم از هر دو جنبه استفاده کنیم، هم جنبه مادی و هم جنبه معنوی، خداوند متعال که خالق ماست، دستورالعمل ویژه‌ای داده است. پرداختن به جنبه مادی زندگی در حد نیاز و ضرورت. بالاخره ما باید غذا بخوریم، آب بنوشیم، بخوابیم، لذت‌های حلال داشته باشیم، اما اینا تأمین کننده جنبه مادی زندگی انسان هست، و اینها وسیله است برای اینکه ما اون جنبه معنوی زندگی رو تأمین کنیم. جنبه مادی زندگی انسان تا زمان مرگ، ولی جنبه معنوی انسان تا ابد باقی است. این در حقیقت نشون میده که ما باید مراقبت کنیم جنبه معنوی زندگی انسان
به خاطر تأمین مادیات آسیب نبینه. زندگی کردن، لذت بردن، اینها رو بر ما حلال کرده و راه حلال هم براش قرار داده. منتها اگر بخواد تمام زندگی انسان رو همین مسائل مادی پر کنه، وقت زندگی معنوی انسان خسارت میبینه. برای زندگی یکی از جنبه های زندگی مادی لذت های جنسی است. اسلام آن رو به طور کامل ممنوع نکرده، ولی اون رو محدود کرده به روابط بین همسر. خب خارج از این محدوده هر گونه ارتباطی رو ممنوع کرده برای اینکه جنبه معنوی انسان بتونه رشد کنه. اگر رابطه لذت برقرار بشه فقط با نگاه به همسر اتفاق میفته. لذا در خارج از محدوده همسری هر گونه نگاه به نامحرم ممنوعه، نگاهی که بخواد تحریک کننده شهوت باشه. و از اون طرف به زن که گل زندگی است دستور داده که تمام بدن خودش رو از نگاه نامحرم بپوشاند. این همونی است که ما بهش حجاب میگیم. به استثنای صورت و دستها تا مچ، بقیه بدن باید از نامحرم پوشانده شود تا جنبه معنوی زن شکوفا بشه. یعنی یک زن اگر بخواد به عنوان یک انسان مورد توجه قرار بگیره، حرفش شنیده بشه، فکرش ترتیب اثر داده بشه، باید خودش رو با حجاب بپوشاند. و اینجاست که اهمیت مسئله حجاب روشن میشه. حجاب در حقیقت جنبه مادی را میپوشاند تا جنبه معنوی ظاهر بشود. خب در اینجا اون وقت هست که تازه به زن به عنوان یک موجود زیبای جذاب نگاه نمیشه، به عنوان یک انسان متفکر دانشمند نگاه میشه. در قرآن کریم آیاتی که به مسئله حجاب توجه کرده، یکی آیه 59 سوره احزاب است. می‌فرماید یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، ای پیامبر به همسران و دختران و زنان، به همسران خودت، به دختران خودت و به زنهای مؤمن بگو یدنین علیهن من جلابی بهن، بگو اون روسری‌های بلند، اون مقنعه ها را برخیشتن فرو افکنند، یعنی نزدیک کنند به خودشون، دور خودشون بگیرند که این موها زیر گردن و بدنشون از دید نامحرم محفوظ بمانند. خب این جلابیب که در آیه بهش اشاره شده در حقیقت همون روسری های بلند هست یا مقنعه هست که دستور میده اینها رو بپوشانید و بپوشید این لباس را تا شناخته بشید ولی مورد اذیت قرار نگیرید. این جلابیب که جمع جلباب هست چند جور معنا شده. یکی به معنای پارچه بزرگی که سر و گردن و سینه رو میپوشونه، گشادی است که بدن رو میپوشونه. خب این در حقیقت بعد میفرماد یدنین علیهن، یدنین یعنی این لباس رو به بدن نزدیک کنن، رها نکنن که باد اون رو از بدن دور کنه این ور اون ور بره، نه دور خودشون بگیرن که با این لباس بدنشون پوشیده بشه. اگر زنان در این وظیفه کوتاهی کنند، سهل‌انگاری کنند، طبیعتاً افرادی در جامعه هستند
اینها قلبشون و روحشون مریضه و از این وضعیت سوء استفاده میکنن. برای همین خداوند متعال به زنان پیغمبر میفرماید فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، یعنی صدای خودتون رو نازک نکنید تا اون فردی که روح و جانش مریض هست به طمع گناه بیفتد. یعنی یکی از علتهای رواج ناامنی در جامعه مسئله بیهجابی زنان است. اگر زنها حجاب خودشون را رعایت کنند طبیعتاً مردان بیمار دل به هوس گناه نمی افتند. در سوره مبارکه نور آیه 31 خدا چنین می فرماید و قل للمؤمن، بله در آیه 30 می فرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، به مؤمنین بگو نگاه خود را از نامحرم بپوشانند و خودشون رو از نگاه به نامحرم، از نگاه نامحرم حفظ کنند. یعنی مؤمن، مرد مؤمن هم باید چشم خودش رو حفظ کنه، نگاه نکنه، هم عورت خودش رو بپوشونه که دیگران نگاه نکنند. و در آیه بعد همین دستور رو به زنان مؤمن می‌فرماد. به دنبال اون میگه ذالک از کالهم، این بیشتر باعث پاکیزگی جان و روان اونها میشود. بله ذالک از کالهم ان الله خبیر بما یصنعون، خداوند آگاه است به کاری که انجام میدن. یعنی اون لحظه‌ای که نگاه میکنن یا چشمشون رو میبندن خدا میبینه و در صحنه ایست که در محضر خدا اتفاق میفته. خب این پوشوندن نگاه و پوشوندن چشم مسئله بسیار مهمی است که آغاز اولین قدمهای گناه از نگاه کردنه. در روایت داریم که نگاه حرام تیر مسموم شیطان است. در آیه بعد میفرماید که این به زنان بگو که ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن، یعنی خمار و اون عرض کنم که پارچه ای رو که روی سرشون میندازن زیر گلوشون رو هم بپوشانند. خب در اینجا قصه هست که در روایات ذکر شده که قبل از اینکه این آیه نازل بشه زنی از زنهای عرب با پارچه‌ای که روی سرش انداخته بود ولی زیر گلوش پیدا بود در کوچه عبور میکرد. جوانی از جوانان اون محل نگاهش افتاد و خیره شد و همین جور که خیره شده بود و در حال حرکت بود سرش برخورد کرد به یک چوبی، چیزی که از دیوار بیرون اومده بود و به شدت زخمی شد. وقتی که اون زن رد شد تازه این جوان متوجه شد که داره از سرش خون میاد. با همون وضعیت اومد خدمت پیغمبر و شکایت کرد. خب این آیات نازل، خب وقتی که قرار مردان نگاهشون رو کنترل کنند و زنان خودشون رو بپوشونند وقت جامعه سالم میماند. البته این در هر دو طرف هست، زنان هم باید نگاه خودشون رو بپوشونند، مردان هم باید خودشون رو از نگاه حفظ کنند، ولی معمولا نگاه در جنبه در ناحیه مردان قوی تره و پوشش در ناحیه زنان خیلی لازم تر. و هرچه در جامعه خودنمایی زنان در اجتماع بیشتر بشه و چشم چرانی مردان بیشتر بشه زمینه فساد در اون جامعه بیشتر خواهد شد.
چون این کار اگر رواج پیدا کند باعث میشه که جوانها به ازدواج کمتر رو بیاورند، چون ازدواج تعهد است و تعهد زحمت داره، ولی وقتی میشه در سطح اجتماع بدون زحمت لذت ها رو به دست آورد، بدون تعهد بهره برداری کرد، خب کمتر کسی تمایل به ازدواج پیدا میکنه. و کسانی هم که ازدواج کردند وقتی در جامعه با زنان بی‌حجاب آرایش کرده روبرو میشوند، ممکنه از همسر خودشون دیگه خیلی خوششون نیاد و این زمینه رو برای جدایی و طلاق فراهم میکنه. این باعث میشه که آمار طلاق بالا بره، آمار ازدواج پایین بیاد. برای همین اسلام روی مسئله ازدواج تأکید کرده و محدوده خانه را از محدوده اجتماع جدا کرده و در داخل خانه هم حریم زن شوهر را از فرزندان و دیگران جدا کرده، تا جایی که در قرآن می‌فرماید اگر در یک خانه زن شوهر زندگی می‌کنند، فرزندانشون هم هستند، در ساعات خاصی که پدر و مادرشون استراحت میکنند، اینها اگر بخوان به اتاق پدر و مادر وارد بشن باید اجازه بگیرند. یعنی در معماری خانه باید طوری دقت بشه که اتاق خواب پدر و مادر از محل استراحت بچه ها جدا باشه و حتی بچه هایی که به سن تکلیف نرسیدند باید در ساعات خاصی اجازه بگیرند. این ساعت رو هم بر اساس وقت نماز تنظیم فرموده، یکی قبل از نماز صبح که پدر و مادر استراحت میکنن، یکی بعد از نماز ظهر که میخوان استراحتی داشته باشن، یکی هم بعد از نماز عشاء که برای استراحت شبانه میرن. در این زمان بچه هایی هم که نابالغ هستند باید برای ورود در اتاق پدر و مادر اجازه بگیرند. این به خاطر این است که ممکنه در اون لحظات پوشش مناسبی نداشته باشند، ولی در بقیه ساعات شبانه روز پدر و مادر با فرزندان نابالغ مانعی نداره با هم باشند. ولی کسانی که بالغ هستند، اینها در همه ساعات شبانه روز وقتی میخوان وارد بشن بر پدر و مادر باید اجازه بگیرند. دیگران کلن از درب خانه که میخوان وارد بشن باید اجازه بگیرند. وقتی میخوان وارد این خانه بشن باید در بزنن، اجازه بگیرند. اگر بهشون اجازه داده شد وارد بشن، اگرم گفته شد برگردید، ناراحت نشن، برگردن، یه زمان دیگه بیان. من سفارش میکنم عزیزان سوره نور در قرآن کریم رو یه دور مطالعه کنند، رو آیاتش دقت کنند تا ببینند خداوند چطور حریمها رو یکی پس از دیگری مشخص میکنه. حالا ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است، ببینیم حضرت زهرا در حفظ حجاب چگونه عمل کرده. وقتی که بعد از پیغمبر اون حوادث اتفاق افتاد، حضرت زهرا تصمیم گرفت که به مسجد بیاد و احقاق حق بکند. روایت اینجور میگه، میگه مقنعه خودش رو پوشید و چادر خودش رو به سر انداخت و نام بنی هاشم قرار گرفت. وقتی وارد مسجد شد، پرده‌ای برای او آویزان کردند و پشت پرده ایستاد و سخنرانی کرد. یعنی همه جهات حجاب رو رعایت کرد، اما سخنرانی بسیار محکم و مستدلی رو ارائه کرد، یعنی با استدلال و با منطق خاص خودش، جوری که انسان
بیاد خطبه های نهج البلاغه می افتاد. خب در این سخنرانی اشاره کرد به وضعیت گذشته مردم در زمان جاهلیت. شما در زمان جاهلیت چگونه زندگی می کردید؟ در چه فضایی با چه خصلت های زشتی زندگی می کردید؟ خدا با پیغمبر شما را از این جهالت ها نجات داد و پیامبر اسلام را آورد. بعد اینجا اشاره کرد به عبادت ها و دستوراتی که خدا داده و هر کدوم چه منفعتی برای جامعه بشری داده. نماز برای رفع کبر و خودپسندی، حج برای محکم شدن پایه های دین و بقیه مسائل دینی و فلسفه اونها رو بیان کرد و بعد اشاره کرد به این که حالا شما چرا حرف پیغمبر رو زیر پا گذاشتید. سخنرانی بسیار مفصله اما تأثیری در بین مردم نداشت و زهرای مرضیه به خانه برگشت. بعد از پیغمبر اکرم 75 روز یا 95 روز بیشتر زندگی نکرد و در سن 18 سالگی از دنیا رفت. یک مادر 18 ساله چرا باید در جوانی از دنیا برود؟ یکی از علتهاش داغ پیغمبر بود، یعنی مصیبت پیغمبر هم به عنوان پدر و هم به عنوان پیغمبر برای زهرا سنگین بود. زهرا پیغمبر را میشناسد و اهمیت قرآن را میداند و میداند با مرگ پیغمبر چه چیزی را از دست داده. این مصیبت براش خیلی سنگین بود و خیلی گریه میکرد. یک علت دیگر ناراحتی حضرت زهرا این بود که میدید مردمی که در غدیر خم با علی بیعت کردند چگونه بعد از پیغمبر علی رو تنها گذاشتند. ناراحت بود چرا مردم از حق علی دفاع نکردند، چرا به کمک علی قیام نکردند. و کنار این دو مصیبت، مصیبت سوم ضربه هایی که بر خود زهرای مرضیه وارد شد وقتی به خانه حضرت زهرا حمله کردند و خانه را آتش زدند. زهرای مرضیه پشت در آمد، چه میخواهید مگر نمیدانید ما عزاداریم؟ گفتند علی باید بیاید مسجد و بیعت کند. و وقتی فهمیدند زهرا پشت در هست، آنچنان با لگد به در زدند که ناله زهرا بلند شد. زهرای مرضیه حامله بود، فرزندی داشت که پیغمبر نامشو محسن گذاشته بود. خب وقتی که زهرا بین در و دیوار گرفتار شد، صدای نالش بلند شد. اول صدا زد بابا آیا با دخترت اینجور باید رفتار بشه؟ ولی چون ضربه در خیلی سنگین بود، ناله زهرا عوض شد. صدا زد فزه، مرا بگیر، به خدا محسنم رو کشتن. و محسن در بین در و دیوار به شهادت رسید. ضربه هایی که بر بدن نحیف و رنجور زهرا وارد شد، مرگ او را جلو انداخت و زهرا در بستر بیماری قرار گرفت و در مثل دیروز و دیشب حضرت زهرا به شهادت رسید. وصیت کرد که یا علی بدن مرا شبانه بردار، شبانه غسل بده، کفن کن و کسی را خبر مکن. علی به وصیت زهرا عمل کرد و بدن زهرا را شبانه در تاریکی بدون اطلاع دادن به مردم غسل داد، کفن کرد و بدن زهرا رو به خاک سپرد. خدا می داند که بر دل علی علیه السلام چه گذشته است.
و چون دفن زهرا شبانه بود قبر زهرا مشخص نشد. الان هم کسانی که به مدینه میرن در سه جا احتمال میدن قبر زهرا باشه، یکی در قبرستان بقی، یکی در روضه پیغمبر و یکی در خانه خود حضرت. و این سند مظلومیت حضرت زهراست که همه دنیا سوال کنند که چرا دختر پیغمبر، تنها دختری که از پیغمبر باقی ماند و مدت کوتاهی بعد از پدر از دنیا رفت، چرا قبرش نامشخص؟ قبر پیغمبر و مسلمان ها اینقدر با شکوه، مسجد پیغمبر اونقدر با شکوه، اما قبر دختر زهرا چرا پیدا نیست؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد.